Ali paisai corona çişe. Ey khana pur palau, paisai corona ra fami ki fiye vak ba corona palau dadan ki corona mardumu nakhora. Rast miga gane ma mardum ari safed al vak girfte bud khurde bud. Megan ma ra girft magar ser bud. Kumandan çi miga? Ah. Aram başin. Nafar aval meya dana dana ba sualaytan pasakh mita. Ki meya? نفر اول اول کیست؟ وزیر ساعت آمه الا ویگه وزیر ساعت آمه بیایه جام که خدای خانه خراب به نام و یاد خداوند بینندگان ارجمند شبکه جهانی آریانا سلام وقتتان بخیر پیش از پیش عیدتان مبارک امشب شب عید است امشب قرار نیست که ما پس شبی یا سحری بیدار شویم و نارام خم شویم بخوریم و بخوریم تا سبا گشنه نمانیم و گرسنه نمانیم فردا از این هر لحظه که بیدار شدین شما اجازه دارین اجازه الهی دارین یعنی از طرف خداوند اجازه دارین که فردا شما بخورین و فردا روزه نیست اما شاید فکر بکنین که خشک و خالی ای زخم بلوط آمده استاد شده برنامه پیش میبره نه خیر یک گل بابونه هم است بفرمایید سید زخم بلوط کیمیای ما را بابونه میگی اینه گل بابونه زخم بلوط هست ما خودت خوب بفرمایید شما هم گفتنی دارین نگهت من امرای مردم به نام یاد خدا سلام خوش آمدین به ویژه برنامه عید آمد عید سعید فطر را به همه هموطنان عزیز تبریک تهنیت عرض می دارم و به خصوص کسایی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند ما اسنارا ایماق و همکارم افغان عزیز امشب در خدمت شما خود بودیم و برنامه های بسیار جالب دیدنی خود داشتیم پس بیاین با هم لذت ببریم پس خوش قلدین اما تو میشه؟ عیدتیز قطلق باستن کلینگلر برگه لذت آلیلی اون چیزایش چی گفتی ترجمه که من بفهمم؟ من گفتم عیدتان تبریک باشه بیاین با هم لذت ببریم بسیار تشکر بله در برنامه امشب در ویژه برنامه عید آمد ما موسیقی اما تو دهاتی دهاتی داریم یعنی موسیقی قریه‌ای داریم شما میفهمین که خالی نوار کردیم چند آلی از موسیقی همچنان است موسیقی هلمندی و موسیقی کمود او دولک بالا مندازه نفر میای موسیقی لوگری داره با ما و شما که میگه ده هر محفله که میره سیدانه دول میبره به خاطر که یکیش میکفه دیگهش استفاده میکنه دیگهش میکفه دیگهش استفاده میکنه اما اینجا نبود سوال ما چطور شد وزیر صاحب بیایی اما وزیر بریم وزیر صاحب میایه خب که سوال داره ای کرونا درباره رفت آمد درباره بغل کشی ها در رابطه با ای که در عید پارسال خب ما شما نتونستیم که بریم خانه هر کس رو بغل کشی کنیم چقدر شما بغل پشت بغل کشی ها دق شده باشین ای دکتر هم کته کته خوارخونده خود روی بوسی نکده خانه خانه پرپرا بغل کشی گپ شناز شهر واس نه بغل کشی شما دو نفر بین خود را بغل کشی نمی کنید؟ نه ما کتازی نمی کنم پارسال قبرقه ما بایده کرد حالا هم مهمان گران قدر ما در تالار آمدن فقط منتظر از این هستند که ما شروع بکنیم صحبت های خود با آنها اما صحبت از رای دور دیگه نمیشه باید ازشان خواهش بکنیم تا بیاین اینجا کنار ما بیستن عرفای مقدماتی خود داشته باشیم پس از او میریم در جای اصلی خود میشینیم و صحبتهای ایدی و در رابطه با سوالایی که کاکا بابا و عینو داشتن به تمام سوالات وزیر صاحب ساعت عامه جمهوری اسلامی افغانستان پاسخ خواهد گفتن وزیر صاحب بفرمایین بسیار زیاد تشکر خوش سلام. آمدین عیدتان مبارک باشه عید شما مبارک عید شما مبارک عید از همه مهمتر از بینده های محترمتان مبارک انشاءالله چی رو را بخیر دیر شده بسید دیر امانه وزیر صاحب در عید گذشته بنابر گفته های وزارت محترم شما ما نتانستیم امرای دوستای خود بغل کشی کنیم ما نتانستیم به خانه هایشان بریم ما نتانستیم که مانند عیدهای گذشته هر چیز نوش جان بکنیم پاسخ های تمام شما بر ما میگین اما خوب است که در جای خود بریم مهربانی بفرمایید وزیر صاحب سلام برس هیام بشه سلام میشتنیم خوبیم جور داخل آجا و غازی هم باشیم سلامت باشیم سلام علیکم وزیر صاحب این نوستیم جور تیر بخیر اختر دیم مبارک سا تاسی خیر جوری تبیت خدا بخیر آمی مننه تمام ما گپای مشروع کنم اما سوالی که شما داشتین ما تمامش هم پرسان میکنم اگر مانده بود وزیر صاحب هست همراه ما
کاکا بابا درست است؟ درست است. من این را آن کده گفتم ریز سفیده را کل شبه تل بیار که وزی سبیت پیش سوالا کنن از خاطر کنن. ما رفتیم ریز سفیده را ده دوازده دانه بود کلیشان خانی فردوس شان رفتن. کدام فردوس؟ جنت فردوس کی است؟ خب شروع میکنیم. وزیر صاحب بازم بسیار زیاد خوش آمدین. کاکا بابا و اینو پیش از اینکه ما برنامه ایدی خود شروع بکنیم، اینو میجا بین خود پسپسک میکردن در باری از اینکه کرونا امسال هم دوام داره، دور سیومش آمده، در رابطه با پیسایش هم یکان چیز گفتن، در رابطه با اینکه کابل بازم قرنطین میشه نمیشه، در رابطه با اینکه خانه خیشا دوستا رفته میتونیم نمیتونیم، در رابطه با تمامشان ما انشاءالله گپ خود زدیم. اما پیش از پیش خوب است که بر شما وزارت را به خاطر در برنامه ما دفعه اول است آمدین تبریکی بگوییم و بگوییم که فردا خید است، فردا شما چی کارا خواد کردین؟ تشکر، ممنون که فرصت مساعد ساختین. ما هم استفاده از فرصت به شما خانواده محترمتان، همکارایتان و بیننده بسیار خوب تلویزیون آریانا و شبکه های آریانا تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که عید امسال عید سلامت، خوشحالی و آرامش و صلح در افغانستان باشه. آمین. و فرصت به خاطر رهایی از شر ویروس کرونا. آمین. فردا انشاءالله عید است. برای طبیب هر ساعت و هر لحظه زمانی اید میشه که مریض شفایاب شه، مردمش آرام باشه، سالم باشه. اولین برنامه‌ای که داریم امرای همکارای خود یک بازدید با حفظ فاصله اجتماعی خواهد داشتیم. بله. و از اون قدم مهمتر به دیدار مریضا و پرسنل صحی خود در مراکز صحی در کابل و در سطح ولایت خواهد رفتیم. بله، بسیار تشکر مریم وزیر صاحب. نام خدا، شما اینقدر جدی گرفتین که در آخر کوچشتین. والا ما هم در آخر کوچشتین، هم مسلح آمده بودم، حالا چون فاصله رعایت شد یک چند دقیقه ماسک دور کردیم. متاسفانه موج سوم آمده. موج سوم میگم در جامعه ما شما یک ضرب مسئله است. میگه مارگزیده از ریسمان سیاه میترسه دیگه. ما موج اول در عید روزه، بله، سیلی بسیار بدی از کرونا خورده، به دلیل بی احتیاطی هایی که صورت گرفت، بغل کشی هایی که زیاد شد، رفت آمده هایی که زیاد شد، بیروبارایی که در روزای آخر ماه رمضان در مارکت های خرید بود. بله. بعد از عید ما متاسفانه یک ماتم کلان داشتیم. بله. و امیدوار هستیم که مردم ما ضمن از اینکه عید فرصت غنیمت میشمارن به خاطر شادی و خوشحالی، از تکنولوژی هم استفاده کنند. جالب است که در غیر از عید ما از واتساپ هم خوب استفاده میکنیم، از زوم هم خوب استفاده میکنیم، از تلفون هم. ولده اید که شد یکم فراموش میشه. عید جاری ضمن از اینکه فرصت خوشحالی است، خوشحالی و غمش به دست ما و شماست. کرونا متاسفانه تعداد وقتش رو به افزایش است و اگر احتیاط نکنیم بعد از عید متاسفانه شهروندای ما غمگین. بله. و وزارت صحت عامه باز زیر بار ملامت و انتقاد خواهد بود. وزیر صاحب، بالاخره شما خیر میخواین بگوین که در عید مانند عید سال گذشته ما بازم فاصله را در نظر بگیریم و خانه مردم رفت آمد نکنیم؟ زما غوښتنه ټول نه داده چې ټولنیز وطن دغه امکان په کچه وساتي او ځان د پاره او خلکو ته د پاره، خپل ګاونډیان د پاره، خپل خپلوان ته د پاره که احترام لري، نو دغه اختر دې لاړ نشي. د لرین د سلام کی، د لرین د شاروزو موږ معمولا په ژبه کې خلکو ته سلامتی ارزو لرو، خو په عمل کې ځو د په غیښ کې نیسو، شاید په ویروس باندې اخته اوسې او دا اخته کې امر ته وګوره، ارقام ته وګوره، هند ته وګوره، ترکیه ته وګوره، پاکستان ته، ایران ته. موږ غواړو د درې ورځې لپاره خوشحال وسو، خلک په غیښ کې وسو، ونیسو، ورسره مینه ولرو، یا ایسته که سال کامل سالم باشیم. انتخاب د خود ما شماست. یو بل خبره وزیر صاحب، بعضی کسان شته تر اوسه چې مثلا دوه واره واکسین ترسره کړي اما بیا هم په کرونا اخته سوی. اول په افغانستان کې یو تعداد زیات تر اوسه کسان نشته چې دوه روزی اخیسته یي، د هغې تر په کچه دا شایعات زیات دی. شایعات دی، موږ به شاید په مثال توګه، شاید سل کسان ته مو دوه روزه تطبیق کړي، خو دا شایعات په فیسبوک کې د 2000 کسان دی چې وایي اخته شوي دي. هو، د دې امکان شته، یعنی کامل ته نشي ردولی. د دې لپاره واکسین اویا فیصد د واکسین چې موږ استفاده کوو اویا فیصد تر 15 فیصد معافیت ایجادوي. بله. ولی به این معنا نیست که 100 نفر که واکسین میشه 100 نفرش معافیت کسب میکنه. به می خاطر است که میگم ضمن از اینکه واکسین هم میشین، ماسک استفاده بکنین، اهتمامات وقایعی رو مد نظر بگیرین که به لفظ ما ایراتی میگم کار از محکم کاری عیب نمیکنه.
کاکا بابا چند سواله که شما داشتین خب خب پس پسک میکدین از خاطر پیسایی که سابق گفتم دباره پیسایش هم گپ میزنیم و نمونه و از این سببی کل اگه دلش ترقیده که پیسای کرونا کامد کمک بگن این ایف مایل شد این ما میگم وزیر صاحب این دمی فهمه گفه بگو پیش از وزیر صاحب که پیسا گم شد فهمیدی اونا اون پیسه را برای کرونا در روز استی وقت پلاو میدادن که کرونا گوشت مانده مردم نخوره و این خانه از این آبادگانه مرا گرفت خیزو تلاکت سیر بوده کاکا بابا این حال اینی پاسخ از این سوال ها میگیریم از وزیر صاحب وزیر صاحب در گذشته ها در دور اول پیسه بسیار زیاد آمد باز اینا میگفتن که همین کرونا گشنه شده بود جان انسان ها را میگرفت به مخاطر پیسه در دانش دادن که انسان ها را الا بتین پیسه را بگیرین بر دور سوم یا موج سوم هم یک اندازه کمک وجود داره آمادگی های وزارت صحت آمد تا هنوز وجود داره یا خیر یکی خود دور اول هم پول که آمد مستقیم به وزارت صحت آمد نامد بله پول که بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی داد اول اون برای یک سال نبود برای 4 سال است تا 2024 است خب پول به بانک به WHO یونیسف داده شده اونا خریداری میکنن یک مبلغ محدودی را دولت به صورت مستقیم از بودجه خود به وزارت صحت عامه کمک کرد 2.8 میلیارد اگر اشتباه نکنم دولت مستقیما به ولایات روان کرد پول به ولایات رفت و در رأس کمیته های ولایتی ضمن از اینکه ما در مورد کارکردش قضاوت نمی کنم و نقد نمی کنم ریاست صحت عامه نبوده وزارت صحت عامه نبوده وزارت صحت عامه مسئولیت چی بود که بگم ما چی کار داریم اول در موج سوم بودجه اختصاصی برای ما به نام کرونا نیامده بله ما برنامه ما است که در موج سوم نظام صحی پاسخ میده بله در مبارزه با کرونا نظام صحی وارد عمل است و نظام صحی به صورت نرمال از دولت بودجه دریافت میکنه بله. هر جایی که بیشتر به پول بیشتر امکانات بیشتر از طریق اداره تدارکات ملی صحبت که جلالت ما رئیس جمهور داشتیم است که در این مرحله تمام سیستم صحی تقویه خواهد شد مشخصا برای یک شفاخانه برای یک بخش از سکتور صحت کمک نخواهد شد ولی سعی میکنیم که از منابع کرونا برای تقویت سیستم صحی افغانستان کمک کنیم و ایره در ضمن از اینکه ما در صحبت های خودم موضوع دیگه میگفتم که بر ما وقت بدین کرونا را در پالیز یک چالش است ما به یک فرصت تبدیل میکنیم شما سوالتان بگوین خب عزیز محترم فردا عید است گرچه همه ما میفهمیم روزای عید چی مواردی رو در نظر بگیریم قسمی که من تکرارا خدمت مردم شریک میکنم در روز عیدی گپا شاید به مردم زیاد خوشایند نباشه ولی ما دکتر و طبیب اینمی کس میشه وقتی که بهترین غذا مانده باشه تا میگم که پرهیز استی نخور حالا هم میگم که در دید و بازدید ها از بغل کشی جلوگیری کنیم در حد ممکن امی فاصله اجتماعی خود را رعایت بکنیم بخوای منطق دیگه وجود نداره امی ویروس که از دهان و دماغ بیرون میشه به شما نرسه مسئول باشین اگر شما هرچی نزدیک باشین دور باشین به ما هیچ دهان نمیرسه فایده شما نمیرسه شستشوی دست از فراموش نکنیم جز از سنت نبوی است دیگه قسمت توجهی بشه اراز علائم اگه پیدا میشه به 166 تماس میگیریم یا به نزدیکترین مرکز سی مراجعه کنیم که در اونجا برتون مشوره لازم داده بشه و تکرارا یاد میکنم که از تکنولوژی استفاده کنیم دیدار و دوستای خود از دوری و دوستی کنیم دیگه خب آل بلاخره کنیم وزید سیب خیمه اینه بغل نکنم ابو گپ شد دیگه گفتن که یکی دوی دیگر هم در نظر بگیره همیش بغل کده نشه که بازم در بغل هم تا همیشه بمانین یعنی مقصد تیز که روی از اینه اون سو کنم بغلش کنم نه یک کم صبر داشته باشه یک چند ماه تا بخیر موج بره نه نه صبر میکنیم صبر میکنیم ای مسکت زیر یه زگول از فهمیدی وزیر صاحب خواه ما گپ شفامیدم گپ شفامیدم میام خواه اشاره را میکرد نه در اون مورد معاف استی خیر در مورد ریزه گلا ما آف هستی نمتا نمتا بسیار زیاد تشکر وزیر صاحب سلامت باشید و پیامتون هم از این فرصت میشه که بر دوستا داشته باشید بیا هم اختر مبارکس دعا کنم چه در اختر در خوشحالی و در سوکالی و در سولی اختر وسی خداوند هم شما جور و تیار داشته باشه اید خوش به شما میخوایم بازم میگم که اگه ما هم همه جور و تیار بمونیم امی سلام علیکی ها و روبوسی ها خور از را دور کنیم اگر نه کرونا باز به دم خونه ما و شما میرسه و متاسفانه باز اید ما و شما اید غم و ماتم میشه در غیر از او اید ما و شما اید خوشحالیه اید صلح و ثبات اید آرامشه به هم شما آرزوی خوشبختی دارم سپاس از شما تشکر چی داریم؟ خب دوستای عزیز یک وقفه کوتاه داریم پس با مهمان عزیز ما برمیگردیم
ابایی جان واقعا که وزیر صاحب سعد بسیار گپای خوب زد. والله من فکر کردم که بوری کرونا برونا رفته پانه لنکلان خود نیست. مگر وزیر صاحب گفت که تجمع نکنین، ازدام نکنین، بسیار جایی که بیروبار بود نرین، ماسکتان باشه و دستایتان همیشه با آب صابون بوشین. اگله والا بلا من بگفتم خیلی در قصهش نبودم، مگر من از سر من باید ماسک بگیرم، باید متوجه ساعت خود بود. خانه پرپلاو، کلیب شوتی خاندن در فرقت میزنیم. خانه خرابه. سوتی خاندن نیست. سوتی فرقت میزنیم. خانه پرپلاو. او صوته خواندن نیست، مایک از ده او خواندن میکنه. سیب یک پای یکک نریم؟ اما پیش از این که بره بارین که این جوان ها را بشناسیم اول. اینا کی هستن ها؟ این مردم هم بشناسیشان؟ خدا باری فیلمه کنن خودشان. باز یک پنج یکک بخیلم شان اگه کهید میپره کاکا بابا. عاشق الله اصره مسی زمان خبرون ایتا او اوس را تو باید در ملگیری دی مونگ تا معرفی که کم زینه یاسته چیر مداسن در غاری و در شایان مویزده کردی دی. منانا اختاجو که جورو رو خوشحاله واسه او دا یارانه تلویزیون او دا همکارانو څخه ډېره ډېره مننه او زما د ټولو مینهوالو وروڼو څخه ډېره ډېره مننه او دغه مامور استاد چې دی زما سره ناست دی او جوفانه وی او بله شراغه استاد دی نو موږ راغلی چې ستاسو په یارانه تلویزیون کې برخه واخلو د اختر شپې ورځې دی خدای دې وکړي چې ډېره مننه دا درې واړه تاسو استادان یاستئ نو بله استاد زیم و دوی ما شاگردان دی دا دواره دیستا شاگردان دی؟ بله دا دواره شاگردان دی تاسو اصل که لحلمان نیاسی یا؟ و پیلا خو دلمان دی خو دلی کابل که کابل که جوان کوایی؟ دا دول اسکالا که دیال اسکالا که رو پا کابل که وسیر بس نو کابلی سو یه نو وانا بس دا کابل بربود که رو زما امکارم چه پختنه تاسو نلری خب عاشق الله جان شما چطور مشهور شدین در بین مردم چی رقم آلی مردم کلگی شما را مشناسه؟ بله، خب ما وقت اول که بودم بسیار خور بچه بودم تو یک دختر که ما شده بود یک پرسان میگرد که چطور عشق شده، چطور نشده یعنی پیلا ما دمروی همو دختر ما پیش حالی تال اونار خود پیش میبرم حالی کلی یعنی زیاد مردم، زیاد و کم مردم ما را مشناسه بسیار خوب دقا شیطا چی؟ آقا یو بل خود دایره دایی کنه؟ اول تو چی شوایی بیا؟ جاپانه دی دا خو دا خو دا کندار مربوط کرده خو مش پیلان پا کابل که نومی جاپانه دی؟ جاپانه دی کابلیان ورطا بینجو وای بینجو ورطا وای او دی که ار رقم تاسو غاگوای سی ار رقم میوزیک ها؟ دی امریکایی ار رقم چی بگاره امریکایی این؟ ورطا امریکایی پوری مثلا یو بل شید تانا پشتنه بکم کنم مثلا بیا که بریم با مزار دی که کوایی سی چی؟ ار سا کوایی تلک زر وغاگوا مشته؟ با یو دو سندره شایسته سندره مشته بابا ای دوار سرگ ولی نو او کاکا بابا هم تاستا بلک زرا I'm not afraid of the dark.
دایرکتر صاحب سایز چیش تنه ما چوتو؟ نه خود یکمه که چیز این رنگی میگی بشی؟ خود تو بگو دیگه که ما بده برنامه دیگه یک شما بوده نه تو برنامه نیست یک برنامه ویژه هست ویژه هست دیگه ما بهتر ویژه را کار داریم ما خود ما ویژه باز هستیم ما ای که تجول که خیلی میگه دیوار صرفتا دیوار صرفتا سایی شد بله دیگه پیش از پیش بده سر ما فلم دور کنم شما گفت نزدی برنامه رو شروع میکنیم آماده بریم نریم چی کنیم شما آماده هستید بالکل به مری نه شما همیشه میگین از اون یگان گپایی که دیگون برنامه میگین هدف می است که از اون گپا دی برنامه ما گذشته ایم فقط منتظر شما هستیم چی میگین خب گپای نو باید با نو جدید آغاز پیچ تکراری نباشه تکراری نیست برو نو پرابلم خب صدای بالا رو میشنوین شما؟ ما نه والا خب گپا می خسته کنه از یک ذره گپای چیز
گپا خسته کن است میگم. میگه او برنامه ای که آمده بود انتهایی برنامه باید یک تفاوت داشته باشد. حالا خود یک دفعه شروع کن که چی گپا میشه دیگه. ما منتظر نطاق هستیم که نطاق چی میگه. حال ما چی؟ سر با خود رسم و ترور چالان چی؟ تو گپ بزن که ما بده مطابق همون سوال تو جواب تا برات بدیم. نه اگه میخوای که ما از خود یک چیز جور کنیم ایران ما جور میکنیم. آفرین. نه شاهین صاحب هدف این است که اینمی اکتنگا و اینمی گپا همیشه در برنامه بخی تکرار شده مردم هم خسته شده. ما این جان ما کل عمر حلال ممکنی هم حتی خدا میکنم. چی فیل بگیم چی فیل بگیم تا شیش تو خلق حقا بلا اکتو از ما هیچ بوده تکرار نیست. نه تکرار خوشم نمه با خاطر سینماگر همه تور میده شد. نخیر ما امیر در چه برنامه دیدم؟ کدامه؟ اینی می رقم گپ بینیم تو همه تو صحبت؟ نه یعنی همی اکشن هایی که میکنه همه تو آدم تالی دیدی تو؟ اولین بار است که دیدی خب یعنی میگه گپا خسته کن است خسته کن هیچ وعده نیست روی مطلب بهم گپ دیم مطلب ایده است اما شما سیاسی گپ میزنین مدیری رو روی مطلب مدیری رو گرفتی روی مطلب قارستی قارستی نه قارستم قارستی قار تو میخوای ما را قار بسازی نه موضوع قار شدن نیست همین گپای تکراری را دایرکتر میگه باید در این برنامه نگویه دایرکتر کی است کدام جوان است اونم نفر خو میفهمی کامرای تیزر اخیر اومد است کی است اون حبیب حبیب خیر باشه باز ما ازی بعد از برنامه گپ میزنیم که مشتاق کی قوی است چندین نفر یا تمام مردم افغانستان شکایت از خودت امید داشته که سلیم شاهین بچه فلم سلیم شاهین سناریو نویس سلیم شاهین داستان نویس سلیم شاهین دایرکتر سلیم شاهین کامرمن سلیم شاهین ادیتور سلیم شاهین بابه فلم سلیم شاهین بچه فلم آله آواز خانم شده نو تاریخ اومد تونستم حساب بگیرم چی گپ است بهتره که نگویی که بعد از سلیم شاهین دختر فلم یا جی ملت قدر بده آل نوش جان ما برادر مشکل امینو چی است آل نو پنجره چطور شما میتونید یک دن داخل کنید به خاطر که ما اگر کسی رو بگیریم در فیلم خود که سناریو نویس یک آدم رو بگیریم دایرکتر جنگ است و فیلم به آخر نمیرسه ای افغانستان است ولا نه تو باید شوا هیچ امکان نداره مصرف من به جای است کل کار در دست خود گرفتم که ما پیش میرم کسی علاقه مند شما هم کی؟ یک علاقه من دارین شما؟ نه من خود یک آدم هستم که همه تو دسترک ها میرم دیگه سر به خود چالان هستم و هیچ نمیخوایم که کس علاقه من ما باشه خب هنوز علاقه من دارین خیلی؟ چی فایده میکنه بزور ما بچه فلم هستیم که تو راستیم فلم ما ولای درجه اول فلم هست نه ما میفایم که مردم قضاوت کنه سر کار ما یک تعداد مثلا اون هنرمند چی میگه خیلی خیلی خدا جور میکنه اینطور میکنه رشخند خدا جور میکنه امی تو توان امی رشخندی رو ولگه داشته باشی اینو رو میگین اینو رو نه اینو رو گفته رئیسم بیاد من ادار نه ساده ما بر ما رو مهمان زیاد است راستش نه اون یه گپ نه کول شما خفش ما راستی میگم بابا اون دیگه مهمان خلک کول ما نه ما رو میفهم ما چی میتی همه گپ نه فهمیدین کدام پایز میتی میتی نان میتی چی میتی ما نه کرای تاکسی هم بخواین میتی نه میسم که نواکی ما رو شهرت بدی شهرت خدا نه یعنی پیشتر یک چیز گفتین شکل ما رو مندار ساخته که ما شما با ما مجبورید ما نام خدا در افغانستان بچه فلم زیاد داریم بسیار کسا رو ما میشد بخواییم کدام بچه فلم از تو برای من بچه فلم بگو تو که یک پنج دانه فلم داشته باشه اینی میگه خانه خرابه این تو بگو نه ما همون نفره بگو تو بغیر از اینکه در آینه دیده خود بوبا چطور ما بچه فلم هستم بچه ملا مقبول استی آبور رو یعنی رنگی استی یاده او آوازخان باره که دمام میخوان صداش بدر گساله باری بود با بدر ایسی که ما آوازخان خار نمیشه خار نمیشم من این همی بچه های فلم ناق هیچ نمیشناسیش هیچ فلم نداره شما میرین در برنامه تان اونر پیشه محبوب ستاره خوب آخر او چی میگه والا من علاقه دارم که در سینما بیارم تو اینمی استعدادها را بیدر گلم کشتین سینماگرهایی که واقعا جان کنده زحمت کشیده در شرایط های زیخ کشور تو اونا را توهین کردین خدا ایلا دادی والا بگی خدا والا شاهین صاحب ایلا بقا بچه ها ثابت خراب ساخت گفتن باش تو که شاهین صاحب ایک ساد آزار بتیم مگم ایلا بیلا کلش این آزمه تو ظالم آدم از سب کده به خدا من اگم سب کنم آمیر بفهمانم ایران ما جدی گفتیم مزاق نگفتیم کدام بچه فیل کوک فیل بگو غیر از سلیم شاهین که همم سال سه دانه فیلم جور کده کوک فیلم ساز خب امیر بگویم ما شما حقیقت باید بگیم یعنی دیگه کالا بخندیم نه میخندیم دیگه خندیم نه یک کمک آزار دادیم شاهین صاحب میفهم خودت یگانه
بچه فیلم بگویم یا یگانه هنرپیشه یگانه سینماگر هستی که به دل مردم چنگ زدی، به دل مردم راه پیدا کردی و از زمان فیلم گرداب شروع تا به قیس چای فروش و تا به فیلم دین و فیلم درد و فیلم دوزخ و فیلم گردابم خبر داری دیگه... که ده نفر شهید شده. بله این قصه ها را خیلی زیاد دوستا شنیدن که چه مشکلات شما داشتین و بالاخره فیلم ساختین و ما در او فیلم زمانی که او تلویزیونکای روسیه سیاه و سفید بود تو دکمگکار که میدادی باز و مگسکار تو توک میدادی نه ما در او وقت در تلویزیون ملی او فیلمتان دیده بودم و ما فکر میکردم که احمد ظاهر از دوباره زنده شده باور کنین احمد ظاهرم خدا بیامرز کار در این روز اید روز خوشی است جنت ها جایش باشه هنرمند هیچ واده هنرمند واقعی فراموش مردم نمیشه و هنرمند باید پل باشه برای بینندای خود باید. اگر شما نباشین ما هیچ چیزی نیستیم همتو با زبان خود میگم ملت است که ما هستیم پیش از اینکه بگویم که بینندای عزیز سلام خدمت همه شما روز عید براتون از صمیم قلب تبریک میگم عید خوش یک عید صلح پر از محبت باشه همین کل کارهای تا سرچپه حالا بخشتون خلاص می شما سلام علیکی میکنه چی میگی تو حالا به این کارا اون یا برادر تی چی کپ بسته حالا خیلی ما کدی مردم خودی از بس که ما خود در دعا بودیم این دکتر بگی ترسیده بگی رنگ رخش پریده روزایی هنرپیشا چی میکنه از هنرپیشا بگذاریم شما خودتان چی میکنین ولای تو یک حساب بوده که سابقه ایدشان مزدار بود مردمشان خدا شاهد است بسیار همتو قدر عید و انسانی و گپا را میفهمید روزه و نماز بعد وقتی حال جوان آدم می خمه به حدر ایسه که گوشایشان از این تلفون هاست هر چی سلام میتی هیچ سلام ها نمی بینه عیدت بگوی مبارک به حدر ایسه که تیر گمنا جمنا را شنیده را ایست اینی بدبختی ها اترام سابق بر بزرگای خود که بود حال نیست فعلا ما همی نظر مهمی است که امو اخلاقی که پدرای ما داشت، پدرکلانای ما داشت، باید جوانای ما هم باید داشته باشه. داشته امو اخلاق چی دایی بود که تخم بود که تخم با تخم. بله. ها؟ که میزدی قطارک، دم، 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 دم. هر تخم بدر ایسه که یه نه تخم. سه نفر از او تخم بدر سیر میکرد. من یک چند سوالای کوتاه کوتاه دارم، اما تو کوتاه کوتاه و زوز جواب بدین. بگو بگو جانم. عروسی کردین؟ ها. عروسی کردین؟ بله بله. چند دفعه؟ دو دفعه اردو قماندان ها هستن هستن سب چند اولاد دارین؟ باشه 8 بچه 8 بخیر حدودا 1.5 درجن آه. بس هست؟ بس هست ها دیگه صاحب نواسه شدین؟ کم و بیش کم و بیش تصمیم دیگه؟ یک دو تا فلان بدی نستک چی؟ به دور سه کنه میره فلان بدی کردی با اقدام کنه بخیر قسمت دیگه کسی گفتن همه تونه ای کاکا با چی فیلم؟ این خودش بیوه منده ده گوشت تو زده رایست حالا ما چی کنیم که بیوه منده؟ آره که بیوه است که خدا ده اینشان کدام از این بدر ایسه که ده بخت برسانیم؟ باید چه بالا خیلی باید چرا نمیافتیم؟ همین دخترها ده خانه بدر بیچاره نه اون مسئله ریزگل است که فوت کرده و بیچاره کاکا بابا آه که چی؟ در فیلم های ما مسته او ریزگلت آه بعد تبایی شدیم دیگه اینه تو به سر پشت بارده ریزگل بود ترسان صاحب هم گفت که اگه من درک کردم اونجا کدام تا را باز اول بیتو بده تو هم فکرت باشه یک 80 ساله من درک دارم 85 دندان نداره خب چشمام نداره خب چشمایش نمیبینه دندانش خوب است که دندان نکنه چشمش مقصد گوشایش میشنوه خیره فکر میکنم که گپای ما شما تمام شد شاهین صاحب بسیار زیاد تشکر هرچند وقت کمتر بود فرصت باید برتان زیادتر شوه فرصت کم است باید به تمام میمان ها رسیدگی شوه امی که شما را از طریق تلویزیون آریانا برنامه ایدانه خواستیم که با دوستا داشته باشیم وطندارا شما را ببینن چند کلمه گپ داشته باشین من فکر میکنم یک دنیا ارزش داره بسیار تشکر کوتاه فرصت داریم اگر پیامتون را بگوین قربان همتون تشکر که مرا دعوت کردین و بیننده عزیز یک سلام وطنی تقدیم میکنم بر فامیلایشان در هر جایی که هستن دوستا عزیز خواستیم که یک برنامه تفریح داشته باشیم با تلویزیون و رفقا که شما لبخند بر لبای اولادایتان و خودتان بیه عید خوش یک سال پایدار در مملکت خود آرزو داره تمام ملت با بچهای فن زیادتر تشکر زنده باشید میریم به طرف یک وقفه کوتاه داریم میمونای زیادی داریم
بله دوستان ارجمند، بازم خوش آمده. این ویژه برنامه عید آمد است از شبکه جهانی آریانا و باز هم مهمان داریم. اسنا همچنان است با ما، کاکا بابا، اینو و یک قهرمان. اما تو رسنی؟ بله. اما قدر بله؟ نه خیر، خوش آمدید میگم. قهرمان افغانستان نژند صاحب است و عیدشان تبریک میگم برشان و طاعت عبادتشان قبول باشه. سلامت بخیر باشین. تشکر افغان صاحب که مرا دعوت کردیم به برنامه تان. سلام های گرم خدا به شما و گردانان های خوبه که اینجا حضور دارن تقدیم میکنم به تمام بیننده های تلویزیون آریانا. بسیار شکر خودمم. اما تو روز عیده، اما تو به خوبی و خوشی سپری کنن. دیگه بازم تبریک باشه برای کارشون. بر تو هم تبریک باشه. عید برکت تبریک بگم. در این وقت ها بسیار گپای کتا کتا میزنی و قرانه نه و خیالت کنی با کاکا بابا بطر بود. من فهمی من تو شاگردان تربیه کردم سایکو اینی را اینی را تربیه کرده که والا که گفتم در چه خودم پرته با فرق میپرته. راست میگم فهمیدی؟ فهمیدی با اردیمان خودت فهمیدی بیوه میخوریم خواه؟ فکرگر؟ بیوه را بگه کدام خواهی تا میگیری باز اینو؟ آمد ای مسخص فهمیدی کلیمه را خراب نکو خواهی تو زدنت کنیم خود جمع کردنه دنی مرا یا نجنده؟ این عریف مرا پالوانا یادم به دیگه کشورها به خرمان های دیگه کشورها چلنج میته و خودت به این چلنج میتی؟ ما نبودیم، ما نبودیم که چلنج داد فهمیدی؟ او قهرمان شکم است ما نبودیم فهمیدی؟ ما نبودیم دوتر نبودیم فهمیدی؟ در چند ولایت ما کشتی انداختیم در قلای فتو برده خب به مزنگ مکمل زده در چهارسیا برده به شریف نیافت که دیدیش خور خودم راستی چهار بار ای چهار بار کارکارانان کوتی سنگی شدید چهار بار اویال هر کس که باشه بندازه بشکتیش خب خب بسیار تشکر باشین در آخر باز معلوم میکنیم کاکا بابا من خواست سوال تگرتم گفتی در این روزا زیاد گپای کتا کتا میزنیم امیره به در جان کربیه کدیم یکی خب نه با من سوالش سوال تا صحیح جواب پشه بدم خب یک وقتی کتا کتا گپ میزنم یا که توصیری است که تمام هموطنانیم دعایی در پشتم است خیر ببینی سرش بسیار حاکم می باشم با سر یه شاگرد تو که هیچ خبرام نیزم با یاری شا نکو 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 صاف فضل یک دفعه تور خورده بود گفتم در تانگ بستش کده بسته نشد امی آقای نژاد صاحب در امی ایت ورزشکارا چی مصروفیت می داشته باشن؟ حالا معمولا در روزای در برنامه های تلویزیونی میریم امی خوبتر است به خاطر که در یک تلویزیون که مثال ما میریم تمام دوستا را می بینیم و قطعشان ها هم کلام میشیم بعض دوستا می بینند ما تبریکی هم می تیم به تمام مردم دیگه در ضمن از که باز برنامه های تلویزیونی خلاص شوه قدی دوستا دیگه یا پنشیر یا یک خانه دوستای دیگه چکر میریم و یکان دید بازیت میداشته باشیم دیگه معمول اصلا مثل مردم های عادی از با ما هم دیگه کدام فرق خیر بینه یعنی شما من حیث یک ورزشکار بیشتر رفت آمدتون با ورزشکارا هست دیگه 100% افغان صاحب والا در می روزا ایدام که میشه امروز اولید ما خانه استاز ما میرم استاد شما کی است؟ استاز ما استاد نجیب الله سلطانی است که می 14 سال یک زمان کیک بوکس کار میکرد نجیب سلطانی من مثل رشته ما کیک بوکس است استاد نجیب الله سلطانی در بخش کیک بوکس تامی فعلا عمر تمرین میتا در بخش میام تمرین میتا دیگه بعض وقتی که روزا عید میشه باز هم شاگردای کلب انجمن خود استاد نجیب الله سلطانی اجدا کلاب دارا که پروا نه امید گوش ما ندان استاد استاد نگو فهمیدی استاد ایت چارشم بی پیشتر کوچه پخت فروشی زدم فهمیدی پخت ها شبات کنیم استاد مرسی که استاد گل فهمیدی یک گلی شم نمانده استاد شما قوی هست یا استاد از اینا نه 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 بخدا استاد از یک کس یک واسه چوب هم داره قوی تا بلوانه ای سری ما خود قضیت ایلان ها که فهمیدی ما هم که دیگه نام خواه کنیم بازوی ما اینه که میپرده فهمیدی بانش و میپرده بد کتیش بانش که امیال کمر ما برابری بازوی آیتر اینو آرام باشین ما گپای خدا بزنم در آخر باز یک معلوم کنین شما سعیس نی؟ سعیس آماده هستی؟ آه آه ما هم نفری هستم سعیس
طيب نگریزی باز افغان صاحب، افغان صاحب من تا مادگی ندارم مادگی ندارم لیچ برمجا یا شو تا صبح تمرین زدن شاگرد استاد شو تا صبح یک قدر بیتک رفتن که هیچ پرسان نکنی ما مادگی ندارم زیک و بازوره ترسانیش فولاد است فولاد است فولاد مسخد در گردی نزنی که سرپوش گردی سست است فهمیدی خانه خرابه خب نشان صاحب گرامی بدون شک این سوال ما بپرسم یا نپرسم خودت میفهمی زمانی که خودت هر مشت آهنین تا پرتاب میکنی دگدگه کشورها سر عریفت دلای هر افغان باغ باغ میشه چی هزاره باشه چی تاجیک باشه چی ازبک باشه چی ایماق باشه از هر جایی که باشه همی پیر و جوان زن و مرد مادر و پدر خواهر و برادر همه یک طرف تلویزیون سر میکنن آفرین همین میگه ماشاءالله همین چیک میدن اگر اندک میبینه که خودت مثلا رقیبت موفق میشه سرت یا یک مشت میزنه یک لغت میزنه یک کمک حاکمیت پیدا میکنه حتی اشک میریزن این گپ را خودت فهمیدی 100 درصد بله همین مسابقه را که من همین آخر در کشور روسیه دادم با واقعیت هم حریفم از لحاظ قدرت بدنی هم از لحاظ روحی و روانی بسیار آرام بود قسمی که ما و فیضی صاحب به این سفر رفتیم از لحاظ وقت کمی که به خاطر وزن کم کردن ما بود نداشتیم فکرای ما بسیار تید بود دیگه سهولت های بر ورزش روسیه بر تمام ورزشکارهایی که در بدون از افغانستان در خارج از کشور هستن مثلا دیگه مردم ها هستن و از هر لحاظ سهولت دارن آرامی دارن گفتم از لحاظ قدرت بدنی حریف ما اونقدر قوی بود هم در حساب وزن بالا بود هم در حساب زور هم در از هر لحاظ از ما که بالاتر بود همی دعای هموطنهای ما بود که همی دعا میکنن باور میکنی ما همی در اون اول ای را که من نمره را بردم هیچم پیش خود اصل نمیکردم که من ای را در اون اول مثال را اون اول گرفته باشم با خدا را اون دو سه هم شد بالاخره من پیروز میدان شدم اما تو با غرور بالا با قدرت بالا با توان بالا در مقابلشان رو درو میشیم پیروز میشیم مسابقه مسکو بردی فهمیدی آلی در کابل خود جمع کن فهمیدی ما خواب دست فهمیدی خانه پرپلا فهمیدی حالی ما که کار داری فهمیدی نه آله کاکا بابا واقعا شما کدام آمادگی داری؟ ما آمادگی دارم من شاگردم کت شاگرد اگه استادش می بود ما آماده بودم چون استادش نبوده بیا این طرف تو در خط اول باش بخیزم یک قسم استاد چمین دوستا یا واقعا اینجا مسابقه می تا چی کنیم ما؟ والا افغان زای ما خواهم بوده بیا بیا برای خود تا پایلوی همه این افغان خود دنگ خواهم بیده کاکا بابا اگر تمرین خوب شاگرد دادی مگر هم یک چیز کم بود داره شاگرده چیزه؟ اخلاق ورزشی نداره اخلاق ورزشی از اولی نبتر از راب بادر بی اخلاق بوده افغان زای استاس بوره حتما تمرین فیزیکی داده باشه خیر باز اخلاق ورزشی رو مجور نه مجبور اینا رو یک استادی کنه ای میگه نال اخلاق ورزشی رو مجور میکنم اگر من اینا شما را یک سل کنم بینتان تا خانه دیگه طاقتت نمیه کدام گفتنی داری بگو فهمیدی دنیا زندگی اعتبار نداره خب بوکس محمد علی کیوار هم گفتنی اگه داری پیام تا بگو نشو که نمیدا دفعه آخرت باشه اونو لنول که میشن واو رقمی خوبیه بکو دیگه والا دگردن همیجه سا چوان روی دروی همیجا شوان بباشن باشن که ما برنامه ورزشی جور نکردیم نبودیم تال را من میگم تو بله. باور هستی من میخوایی پیش نی خب راجع به مسابقه اگب میزنیم اما که میگی که مثال فاولا را متوجه باشی خو. من داور وسط هستم دیگه کارت نباشه تو همه قدرش برای ما ما دیگه کارت نباشه خب خب در گردن اشدی پیش بیان پیش تو چو که من گب دارم طرف عریب سعی کن طرف من سعی نکن این چه خطرناک هست این چه خطرناک هست کاغا بابا بی؟ از تو بگم باش دوستای شواز هست یا بفتر؟ چی کنم؟ دوستای شواز هست؟ گم شو کار از این همیال خراب شد یک دعای خیر یک دعای خیر آنو دلاری و این لالا راجی بود خب من دیگه گوشه حساب میشم شما شروع کنین دگردنش 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 اول اول یک قدم نکنین سرش خدا نه سه دو یک آو نفر آگاه کرد باشه برو چه رقم بکسر از این سری خراب بدی آمبولانس بخواییم آگاه شدی چی شد من نفر آگاه کرد
گندگی شد. اوگر کرد. به یخی گندگی شد. الله. کاکا. او ده غضب خدا نشید تو خود نشانت سعی نگرفتی نتاق نتاق جا نزد. ما چی تو کنی؟ پوشکی بشت. امبولانس خواهید. ببریمش ببریمش شفاخانه ببریم امبولانس. بچه امروز یک قسمک نور گذیدی آمادخی گرفتی که میمانام چای یار رو جور کردی؟ بلا پدر همش جور کردیم چای کل چیز تیار کردیم میوازانی ها هر چیز جور کردیم دیگه خانه هستین آقای گل بیا 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 بخیر بی آماده دو دختر آماده او بچه اینو تو را کن با سر چپ کاوردیم دیگه 300 تو را گفتیم 600 رو پک سعی جاسوسی کنی باز بخیر که تو نامزاد شدی من مفره تو جاسوسی بکنم فکرت باشه یک ذره خو خب یه دل جان باشه آکی یک دفعه خدا اینا خواست خدا بیده پت که پت که بیده انشالله بای سر خدا نشام نتی هنوز آرسی نکرم السلام سلام آقا گل بخیر آمدی خوب هستی جان جور آقا خوب هستی دور و اونجا میشه اونجا چطور هستی خسر جان خوب جانک جور هست جان جور هست بباید خوبت بچه سلام گفته تبیشه وعلیکم بسلام چطور هستی؟ چی گپ هست؟ خیر خیر عزیز کل ما خوب هستیم خسر جان از برای خدا تا اینا وقت شب چطور که خودت بیدار بانی؟ تاک آقای گل من خواب ندارم بعد از همون کسیدی قمور همی هر کارش که یادم خوابم کرد خراب خراب از خوابم دیگه خدا بیشتر برای خوشی به نصیبش کنه خود اگه از دیگه دنیا زندگی نه نه خود چطور هستی نفسم پس کرویتم کاش که گولیا را بیاوردم که اگه داره گولی خمیده بیدادم پس کرویتم پس کرویتم خود دلال و لگه تا صبح آمدم که یه نامزات و تنابی بینه میزخ بلد قراری جا برمشیشته خسر جان یازده بجه شو شد خواه نمیکنی بچه مثل که بوبوی تاویزای تا در جیبت نمانده یک قسم دیوانه دیوانه گفا میزنی دیوانه چیدی؟ نه نه از این خاطر گفتم خسر جان که خدا اینا خواستن سفید هستید از اون خاطر بگم نشه که خدا اینا خواستن سبایید از کدام جای رفتنی استی من جای نمیرم نه جای نمیرم ساعت چند بجه باشه؟ ساعت اینه دوازده و پانزده را کچه هست وای ولی برای خواه گرم خواه نگرم پس برای خواه چطور کنم بچه چی رقم کنم که برای خواه کنم با بچه برات گفتم آقای گل که من خواه ندارم خواه من خراب است خواه نمیبرم بفهمم بفهمم خدا میرم دو نفر تا باله گفتیم برات سالپور برق نبود دیدم شبکه مدنی جسته ملت برق ها تا صوب است تو یک دفعه برق میرفته یک چیزی در گوشت بگو 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 اینه تو فهمیدی؟ اینا حالا فهمیدم آه دنیا اوزاش خراب است سگ تا ناملا نبود دولی کالا خدا اینا خواسته در این شوید کدام تا نشه سگ کچلا نارن یک دفعه اول بگی ترق و ترق بود دولی تا گفتن نباش انسان از ما خواه تو باش که ما برو که سر دیوال کس بالا نباشد روزه سر تفت داده جانه عشق برخان نبیایه که تو وعی که دیدم خدا روزه سر تفتاد کاش که برقا نبیه یک کلمه تو وعی کدگی بانی با خیالم که بیده جان تفتاده پساری افتاده جانم برس دندانه که برای تا برد با خیالم استفاده نمی کنی دانه که دیگه رقم بویا که کلوشم بیده صدقه چه گردی با گر نکن گردی با گر کنی سب خیچه با بچن این داکت بیتردیه لچک این کار از کدام است بیردگیت بیردگیت نو در دیری چپی گرم آمده دید تو آمدی برای برای از خانم برای ما خود کجا بد برای بیردگیت Thank you.
خوشم این هموطنای عزیز، امیدوار هستم تا این لحظه از برنامه ایدامت خوشتان آمده باشه. با همایون افغان، سخنور صاحب و نکسیار صاحب، ما امیدوار هستم که خاطراتی برنامه را امشب فراموش نمیکنین و همیشه بیادتان میمانه. خب من فکر میکنم کمی نشانگیری اینو خوب نبود و برای افغان صحبت کرد. افغان صاحب یکم آسیب دید، رفته یک چند دقیقه که تایی که جور شد پس بیایه و مرا در این بخش وظیفه دادن که میماندارم هستم. البته قبل از اینکه پا میخواییم که عید سعید فطر بر شما از همین قبل تبریکی بتم، امیدوار هستم که خوب عبادت کرده باشین، روزه گرفته باشین، این اگر گرفتین هم تیر شد، اگر نگرفتین هم تیر شد. خب در این بخش من میماندار هستم، دو بلبل از رادیوی آریانا 93.5 و کسی که هر روز که از خواب بخیزین که وقت آریانا را بگیرین رویا جان میبینین. سلام به همه هموطنان عزیزم، وقتتان بخیر، عیدتان مبارک پیشاپیش، خدا کنه لحظات عیدتان مثل لبخندتان زیبا سپری شوه. و امشب ما دیگه مهمان هستیم، البته میزبان این دفعه حفیظ جان هست، همیشه در برنامه صبح زندگی و گفته خودش دیگه پرودوسر بود. بله. اما حالا اینجا رویا جان خودت هم میزبان هستی، باش که عیدت مبارک. کالای ما میزبان هستم، اینا ما را بیخی شما بر خطا سورپرایزم کردین و گفته اگه تو بهش خبر نداره ما میزبان خب. هستم یک دو نفر مهمان داریم، بیاین خب. کم کسشون قصه کنیم. خوب است؟ هم من مهمانم هم میزبان. بله. خوب است؟ چرا که من میخوایم در این برنامه همو قدر کمی نقش مهمانم داشته باشم، کمی از برنامه من بگویم خوب تر است. خوب است. چی میگی؟ هیلا جان و سمیم جان همراه ما هستن. سلامت باشین. با اجازه سمیم جان. بفرما خواهش میکنم. سلام به همه دوستای ما و سلام به شما. ایدام قبل از قبل دیگه یک چی میگن وقت کم مانده. کم مانده یک شب. تبریک باشه. انشالله که به گفته شما خوب روزه گرفته باشن و خوب طاعت و خوب عبادت کرده باشن. هیلا سدید کسی که در برنامه انتخاب بینیم دعا یک عمر بود یا چند سال بود؟ نه که دیگه یک دو سه دهه بود. سمیم جان رحمانی کسی که همیشه در رادیو مثل یک بلبل میخوانه. بلبل صدایش خیلی دوزاشتنیست. خوش آمدید، مبارک سمیم جان. من هم سلام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت رویا جان، همه بیننده‌های عزیز شبکه جهانی آریانا و همچنان همکارای عزیز ما که در بخش اتاق فنی هستن. ایده بر همگی تبریک میگم، انشالله صحتمند باشین، روزای ایده بخیر خوبی سپری کنین. سلامت باشین، تشکر. ایده که خودتانم پیشا پیش مبارک باشه، انشالله که ایام اید را بخیر خوبی سپری کنین. همکارای عزیزم نخواد دیگه در روزای اید همچنان خود ما یک دیگر را ببینیم، شاید بعد از اید ببینیم انشالله دیگه. همون تا از طرف ما میوه خوش کم نوش جان کنین، کیک و کلچه نوش جان کنین که یک ما رمضان کل ما طرف اینمی کیک و کلچه ایده بیخی دلای ما آو شد دیگه، روزای اید باید دیگه جبران کنین. بیاییم کمی از برنامه رادیو بپرسیم سمیم جان، از خاطرات جالب در رادیو آریانا داری بر ما قصه بکن و همچنان چند سال میشه خودت همکار هستی؟ خب امی که در آریانا افم هستیم، امی خودش یک خاطره است، همراهی لجانشان، همراهی همکارای ما. رادیو آریانا یک رادیو است که 34 ولایت نشرات داره همزمان و همچنان خارج از کشور هم شنونده دارن و شنوندهای ما در برنامه های لایف که تماس میگیرن زیادتر از خارج میباشن. پیشکش های رادیویی هم داریم که اگه خواستین باز میتونیم یادآور شیم، ما رو نگین که چی میگن پروموت رادیو رو میکنه. باش که پیشکش ها را حیله بگه برنامه جوایز داریم، روزای عید بخیر، دوستا تماس میگیرن به طور لایف و زنده، کردیت داریم برشان تقدیم میکنیم. با همکارای چی ما زنگ بزنیم؟ اگر وقت داشتیم مشکل نیست، بدون واسطه شما فقط تماس بگیریم، سوالاتی که ما شما داریم میپرسیم و جواب بگیریم، واسطه بازی نیست. من پیشکی زنگ میزنم میگم که من هستم، باز بعدا زنگ میزنم کل جواب را سوال شما. نه دیگه، باز در رادیو آریانا یگانه کاری که هست نمی خلاف نیست، واسطه بازی نیست و فقط استعداد کار است و زحمت کار است و دیگه ای که هر کی از نوک شمشیر آب خورد نوشش باد. بله بله بله. خب رویا جان، ابی جان در گوش من میگه که پرودوسر برنامه در یکی از روزا برای یکی از برنامه ها خانه سعیم رحمانی رفته بود، میگن کدام دروازه چوبی بوده، اینا تو دیوالای کاگلی بوده، نه در سی دی ما اگر میبینیم از امون یکم قصه بکنیم، خیلی جالب است. بله خب عبیب جانم، من برش احترام تقدیم میگنم، همکار دوزاشتنی ما هستن. خب هر مرد قدیمی که در خانه باشه 100% یک خاطرات سابقه را میگذاره و پدرجان ما هم یادت داره، زیادتر دوست داره که یک اتاق قدیمی مانند داشته باشیم، وسایل هم داشته باشیم از اون قدیم که حبیب جان هم آمد خوب پذیرایی شد. من از چند تکیه کلام داشت در برنامه انتخاب بیننده وقت زنگ میومد برش، از تکیه کلام خودش بگه. تکیه کلام خو سر جایش یک رقم ناز میته ای کسایی که زنگ میزنه بر رادیو. یعنی من دوستای خودم که مرا میبینن عاشق هیله هستن، میگن این دختر همون قدر که پشت مایک
در رادیو قدر شیرین گپ میزنم و قدر از نزدیکم شیرین است، گفتم هیچ پرسان نکو از شیرینیش بیخی گلون ما را زده شیرین. رویا حتی یک چند نفر با من تماس میگیرن میگفت که اگر شب یک بار امرای ما صحبت بکنن. آها. از دختر خانم ها از علاقه مندایش جوانا که میگه ما بسیار برش احترام داریم، یک پرزنتر بسیار خوب است، میخوایم که امرایش گپ بزنیم. سلام سابقان هیله جان، ما شما دست به زندگی هم بودیم نه که از رادیو لایو میشدی گپ میزدی. رویا جان ما تو خرد هستیم سابق نه یک چند روز پیش. خب یک تکه کلام دختر هستیم ما خود تکه کلام خوب فکر نکنم داشته باشم، ولی خاطره بسیار جالب دارم از رادیو 93.5 جریان اف ام. سیم جان وقت دیگه سیم جان دیگه نبود امرای ما، خب ما بودم، یک کس زنگ زد رویا جان گفت که خود در رادیو ما بسیار شاد هستم واقعا، خال یک کمک سن سال رو به پیری رفته اگر بیشتر میگه خود خطرک هستی بول میگه هیلا جان فرصت کم از خیلی کتاب بود که یک سوال دیگه گفتیم مانده. که یک کس زنگ زد خوب استی خیرتی، گفتم خوب هستم، یک سوال ازش پرسیدم اشتباه گفت یا چه قسم، گفتم او قواره اشتباه کردی، گفت قواره تو هستی، اگر تو قواره نمی بودی تو را در رادیو برنامه نمی دادن. این بر من خیلی جالب بود و اونمو باعث شد که من باید در تلویزیون بیایم. سمیم جان از برنامه‌ای که قرار است در روزهای داشته باشین بر ما بگید. ویژه برنامه ما از ساعت 7 صبح شروع میشه تا ساعت 10 شب. پیسه داره کرده داره چی داره هر شایر بایی زیاد زنگ دیگه بخاطر یک چند برنامه رد نام میگیری یا ای که بانکه بسیار خوب صبح اید است که امرای ما و فرناز جان فریبرز است، همکار خوب ما است، اید بر اونام تبریک میگم اگه بیننده تلویزیون آریانا هستن. بله. و ساعت 12 تا ساعت 2 ما آهنگای خاص داریم برای اید چرا که همه میشنون، و ساعت 2 دوباره شروع میشه تا ساعت 4 برنامه لایف ما که نبی جان جهش میباشه، فیصل جان عاصم میباشه، مینا خیری میباشه، زهرا صدیقی میباشه. خب خلاصه هم تیم رادیو برنامه ویژه هست. بله. خب هرچند که رویا جان دستوب زندگی قباله شرعی داره دیگه، اونا خب میبینیم که چند سال است دستوب زندگی در کنارش یک پرزنتر خیلی آن سر تایم با استیدیو هفت برنامه شروع میشه، هفته ده دقیقه داخل استیدیو میه. خو اینجا یک گپت میخکی بود بیخی در کنار. آه بله، در یکان سوال خطرناک باکسیت میکردی از میمونایت باش که خودت در جای از او قرار بتم یک کم درد کنی، همیشه مردم آزار میتید باکسیت، یعنی در کنار شک پرزنتر خیلی خوب هستن که قبول شرعی دارن کچک نوازی میکنی شما. خب رویا از برنامه اید بگو، از صبح زندگی بگو کم قصه کن. برنامه اید هم فکر میکنم اگر بیم در موردش زیاد خیلی گپ بزنم، بخصوص برنامه صبح زندگی که ما و رستم و جمعی از همکارای ما خیلی آمادگی خوب گرفتیم از ساعت 7 صبح تا 10 صبح که ما 3 ساعت 3 روز عید با هموطنان عزیز ما هستیم، بخشای خیلی متنوع خاص دیدنی جالب با حضور ما رستم جان هستیم. مهمان خانه هایتان صبح عیدتان را در کنار ما در برنامه صبح زندگی همچنان سپری کنین. مطمئن هستم لحظاتتان خوب سپری میشه. حفیظ جان دیگه آنچه را دیدید نبود، پیام بازرگانی هم نبود، واقعا برنامه خوب در نظر گرفتیم. خب به هر صورت وقت تمام است که حالا پرودوسر قار نشه سر ما. هیلا جان صدید پیام گفتنی اگر داری کامرا در خدمت. سلامت باشین، عید خوش به همه دوستا، به همه هموطنای ما، دور از غم و غصه و درد و پریشانی باشه. سلامت از شما که ما رو مهمان ساختین. پیام سمیم جان هم میداشته باشیم. قربانتان، من امید تبریک میگم به همه عزیزای ما، انشالله که پیامایی که دیگر دوستا هم دادم اون پیام اجرا شد کلان گپ است. بله، هم کسر که چند لحظه قبل در موردش صحبت میکردیم رسید. کی بود؟ کم آسیب دیده بود، فکر میکنم زود جوش. اما گپ است، میگه سر زنده مال میراث. خودتا نشناختیم. شما بختر چی آمدین؟ میشه بگوین؟ ما را شما دعوت کرده بودیم آمدیم، میبخشین شما از کجا پیدایتان شد بدون من اشتباه رو در زندگی نمیکنم، در صبح زندگی از دستت روز ندارم، واضحی جان بخواهیم دوست اینجا خود روز نیست، شو هستیم، شو هست، روز نداری، شو روز خود نداری شما، شو اونم میفید داشته باشم این میکی هست. برنامه از ما، شما وقتت چی آمدیم؟ روی هم افغان صاحب بدرقه نکنم اونجا؟ اختیار دارن میخواین استاده شان میخواین بیشینن سمیم جان یک کمک به من اجازه خودشان از ما صاحبخانه رو افغان صاحب و دلیل از اینکه عیب جان گفت گفتم این برنامه اینیم قسمتش خالی نمانه. خب به این دلیل یعنی چون رویا جان هم یک چهره سلبریتی در کنارش میمانای ما همچنان خود ما خیلی نگو دیگه دوباره در خودت خیلی مگب ندارم گپا رو باز پسند میگم و دوباره یه بیادر ما خوب بسیار مگفتیم بیادرم نیست. خب همین وطندار ما بله بفرمایید دیگه کدام گپ داشتین. تشکر هموطنان عزیز از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید، تشکر از هیله جان، سمیم جان و تشکر از خود. خب تشکر از خودم به خاطر که من میزبانی کردم، تشکر از رویا جان که مهمان بودم، مهمان بودم. تشکر از نفر دیگه که مهمان بود. کافیز دیگه ما تشکری مربوط ما میشه. تشکر از شما و میمانیم گپا را برای تشکری مربوط خودم میشه.
دوستان عزیز، بسیار تشکر که تا این لحظه بیننده برنامه ما هستین. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه، اما برنامه ما ادامه داره. بله دوستان ارجمند، بازم خوش آمدین ویژه برنامه ماست و در این بخش برنامه بازم مهمان داریم. بله، وکیل صاحب خدیجه الهام مهمان امروزی ما هستند، امشبی ما. فردا عید است، قسمی که کالا پوشیدن مثل خودشان رنگین تر ساختن خودشان با کالای گل سرخ واده. خوش آمدید میگویم، عیدتونیز قطلق باشد. وکیل صاحب بسیار زیاد خوش آمدین، صفا آوردین به برنامه ما. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت بینندای تلویزیون بین المللی آریانا. من هم حلول عید سعید اطها را بر شما و بر تمام بینندای معزز مبارکباد میگم. انشالله که یک عید پر از صلح و صفا و صمیمیت داشته باشیم همه ما و شما، در یک فضای خوشی آرام و صلح و یک فضایی باشه که همه ما و شما بتانیم که در او تمام مردم افغانستان به خوشی و به آرامی زندگی کنند. بسیار زیاد تشکر و کسی پیش از پیش اول لباسایتان تبریکی میتونم. تشکر، هرچند لباسای ما جدید نیست، بار دیگه هم پوشیدیمش. بازم تشکر از لطفتان. به خاطر من حیات زنانه بودم پیش از اینکه من گرداننده شوم. خوب، بسیار باز خوب. یک کس را که میبینم چه مرد باش چه زن، زود توجه ما به طرف لباسایشان میشه. امی مچنگ لباسایتان خیلی مقبول است، بر ما نو است، ما نو دیدیم. تبریک باشه. تشکر، لطفتان است، از شما هم مبارک باشه. حتما لباس های جدیدتان رو پوشیدین. من به این خاطر تبریکی دادم که شما به من تبریکی میستین تا مردم بفهم لباس نو جور کردین. باز هم مبارک شما هم باشه. هرچند امی برنامه ایدی یک جشنی است که ماه مبارک رمضان ختم میشه و تمام مردم و آمادگی از این را میگیرند که یک خوشحالی میکنند که بازم آمد ماه شوال میباشه که از نگاه قرآنی و از نگاه از این که ما و شما مردم یک فرهنگ عنعنه ای که داریم میخواهیم که یک تجلیل کنیم از اید و به خانه دوستای خود رفت آمد کنیم و ببینیم که مردم در چی حالت است و هرچند که هر مشکلی که باشه در بین ما و شما، ولی با آمدن اید در فضای صمیمیت بیشتر بیشترتر میشه و رفت آمدا بیشتر میشه، لطف و صمیمیت ها بیشتر میشه و میخاطر دوستا هم لباس های جدید میپوشن، شاید میوه های رنگارنگ به خانه خود تزیین کنن. بعض کسا اگر مشکلاتی میباشه او را همیشه پشت سر و کنار میگذارن و همین روز هم شکل خوبی و خوشیش تجلیل میکنن که تا باشه که در آینده هم همین مشکلاتشان مرفوع باشه و یک فضای صمیمیت در خانه ایشان بیاید. بسیار تشکر وکیل صاحب. ما گفتیم که وکیلا حتما عید را دیگه گونه تجلیل میکنن، فرق میکنن، مانند از اینکه موترهایشان یک کمک قیمتی است، شاید عیدشان هم فرق میکنن، مگر نه شما مانند ما تجلیل میکنین. خواهش میکنم، وکیلا هم نماینده های مردم هستن، اینا هم همیشه کوشش میکنن که با مردم خود در تماس باشن، نه ای که خود مجزا از مردم بدانن. ما هم همیشه اید اگر باشه، اگر ماه مبارک رمضان باشه، همیشه کوشش کردیم که در کنار مردم خود باشیم، از مشکلات مردم خود آگاه باشیم. ما متفاوت از مردم خود نیستیم. اگر از نگاه اناتومی بدن ببینیم، همه ما و شما یک اناتومی را داریم و اگر از نگاه تغییرات ببینیم، همه ما و شما ماشاءالله از نگاه هر چیزی که بگوین نام خدا هر دویتان مفشنتر و مقبولتر و مجللتر هستین. پشت اگر... ما فقط پلیس بگردم کارای ما این دیگه. شما هم یکانه افتخارات وطن ما هستین و ما و تمام مردم افغانستان به خاطر شما کسایی هستین که به خانه مردم خوشیار میارین و همیشه لبخند به لبای مردم خود میارین و ما هم شما را خیلی دوست دارم و فامیل ما هم دوست داره و لباسایتان هم ماشاءالله مقبول است، مبارکتان باشه و ما مطمئن هستم که شما را هر کسی که به پردای تلویزیون میبینه احساس میکنه که شما به خانه ما هستین و ای را مطمئن باشین. شاید کسایی که بگن ما مشهورتر باشم، از او فردم که شما مشهور هستین به خانه مردم. اینا محبوب هستن، خیلی مشهور و محبوب هستن.
کاکا بابا خوش شدی؟ بسیار خوشحال شدم. میخوای یک ذره گنگس از لب بیت خب من بسیار خوشحال شدم. من گفتم وکیل صاحب چی گفت؟ باید برد قصه بیکنم. این خانه پر پلاو ماره گفت. خب باید برد قصه بیکنم. باشین کسنام چیز گفتنی داره قرار شیشته؟ وکیل صاحب به امی راز موفقیت تان در چی است و راز مقبولی تان؟ حسنا جان چشمایتان مقبول است، ماشاءالله خودتان مقبول هستین. ما کوشش کردیم، هرچند ما بار اول نیست که به سیاست آمدیم، قبل از او هم در ارگانهای دولتی در بخشهای مختلف کار کردیم، اما این که بین مردم باید چطور محبوب شویم ما و شما و چی کارهایی باید کنیم، این چیزی است که به دست خود ما و شماست. اگر شما کاکا بابا را ببینید چرا محبوبیت داره، همیشه لبخند به لبای فامیلا. وکیل صاحب ما بگید جواب میده؟ دل پاک، نیت پاک، آرمان پاک آدم مقبول میتده. بله دقیقا، امی قسم گپ شما هم صحیح، ولی برای مردم کوشش کنیم ما و شما کارهایی که ضرورت دارن نیازمندی هایشان در حد توان باید تسمرفو بسازیم. اگر ما و شما ببینیم امروز در سطح افغانستان مشکلات بیشتر و بیشترتر است و هر روز به خانواده خواهی نخواهی یک فامیل خود از دست داده، و اگر ما امروز با اونا همدردی میکنیم اونا احساس راحتی میکنن خوش میشن، از ما کدام چیز نداریم، پول پیسه نیست که به خانه از اونا ارسال کنیم، در حد توان خود امرایشان احساس همدردی میکنیم، با مشکلاتشان رسیدگی میکنیم. اگر گاهی اوقات خودشان به یک ارگان دولتی رسیده نمیتونن، دستشان میگیریم به ارگان دولتی میبریمشان که مشکلشان مرفوع شود. امی قسم کار است که انسان ها و مایی که نماینده مردم هستیم مشکلاتشان مرفوع میسیم، شاید محبوب باشیم بین مردم خود و شاید هم یک تعداد خوش نداشته باشه، کسی که کارش نمیشه تعویض که میگه کار من نشد، وکیل صاحب کار من نکرده، ولی باز هم این لطف حسن نظرتان است حسنا جان. مردم عادی و وکیل صاحب هم جز مردم هستند، یعنی تفاوت خاص ندارند، صرف بعض موضوعات هست از نگاه امنیتی و از نگاه بعض موضوعات باید متوجه باشند. شما از کدام ولایت یا از مردم کدام ولایت نمایندگی میکنین در پارلمان؟ تشکر. شاید دوستا هرچند بسیار به مردم نو نخواد باشه، من نماینده مردم ولایت شریف کاپیسا هستم که به کابل نزدیک است و به کابل می باشم چون به خاطر وظیفی، و معمولا روزای پنجشنبه و جمعه ما به ولایت خود سفر می داشته باشم. بیشتر اوقات پنجشنبه و جمعه میرم به ولایت، از مردم از نزدیک می بینمشان و به مشکلاتشان جمع آوری می کنم، همراه از اونا گفتگوهایی داشته می باشم که تایی که ما در روزای رسمی به کابل می باشم و او مشکلاتشان یا در شورا و یا ای که در وزارت ها شریک بسازم و به مشکلاتشان رسیدگی شوه. بسیار خوب، شما وقت نمایندگی از مردم کاپیسا میکنین، حتما با قریه و دهکده آشنایی زیادتر دارین. دقیقاً. خصوصا با خوردنیایی که دهید آماده میشه، از نگاه خجور و کلچای تنوری و مانند از این بعض چیزای دیگه. دقیقاً. حتما با آماده کردنش هم دسترسی دارین. البته با آماده کردنش دسترسی داشتم، ولی حال مصروفیت ها زیاد است، متاسفانه چی دروغ بگویم نکردیم. نمیگذارن، مصروفیت ها زمینه را برام مساعد نمیسازه. بسیار خوش دارم که غذای وطنی و غذای تهیه شده خانه را نوش جان کنیم همه ما شما، و ای که مردم ولایت کاپیسا معمولا کلچای خانگی، خجور، گوش فیل بسیار به خانه خود پخته میکنن و تزیین میکنن برای سفره خود، این واقعا خوشایند است. کوتاه من میپرسم، شما برای گروان بالا شدین کدام وقت؟ بله. تانستین تا آخر بالا شدین؟ تا آخر خب بالا نشدیم، اما تقریبا بالا شدیم. بله. بسیار زیاد تشکر. اسنا چیز خب گفتنی دارید؟ خب وکیل صاحب تشکر از اینکه آمدین، صفا آوردین. پیامتان به مردم شریف افغانستان و رنج دیده افغانستان چی است؟ مردم شریف افغانستان، افغانستان ما میگم که یک جغرافیای واقعا متفاوت است. هر گوشه کنار افغانستان زیبایی های خاص خود داره، امی قسم که فرهنگ های متفاوت است، زبان های متفاوت است، لهجه های متفاوت است، امی قسم سرسبزی و طبیعت و آبشار های متفاوت داره، و مردم هم دیدگاه متفاوت دارند. و فعلا موضوعی که بسیار موضوع داغ است، موضوع پروسه صلح است، که هر چی باید از کوشش کنیم ما و شما که موضوع صلح جنگ کنار بگذاریم و به صلح رو بیاریم. و ما از هر دو جنایی که امروز در میز مذاکره
چون از زنیایی دارن و صحبتهایی میکنن، اینا باید است از خود یک انعطاف نشان بدن. در غیر از او این وطن دوباره به بحران میره و مایی که جوانا، شاید هرچند جوان نیستیم اما میشه که خود در جمع جوانا حساب کنم، دستاوردهای 20 ساله ما را نمیخوایم که دوباره از دست بدیم. باید حفظ شوه. بسیار جا تشکر از شما وکیل صاحب، سلامت باشین. خواهش میکنم، تشکر. میریم باز برمیگردیم. سلام مجدد دوستان گرامی، بازم خوش آمدین. برنامه ویژه شب عید، یعنی برنامه عید آمد است و مهمان عزیز را همچنان با خود امشب داریم. با نام و چهره شان کاملا آشنایی دارین، کسی که بدلهایتان حتما را پیدا کرده بود و را پیدا کرده تا هنوزم. شناختین شما خو؟ اولتر از همه خوش آمدید میگم دوستان صاحب و روزه و نمازتان قبول باشه، عیدتان تبریک. گرچه من بار اولم است که شما را از نزدیک میگم میبینم، بازم تبریک باشه عیدتان. تشکر. من هم هر سلام خدمت شما و کارکنان تلویزیون شما و بیننده های نهایت عزیز و گرامی دارم و امیدوار هستم که یک عید مملو از صفا و صمیمیت آغاز کرده باشند. هر روزتان مانند روزهای خوش و خندان و سرحال باشین. با آمدن صلح در افغانستان هر روز تجلیل بکنین به مثابه عید. بسیار تشکر تورسن صاحب. ما باور بکنین رئیس جمهور تاجیکستان بعض اوقات که میبینم در بعض رقص و پایکوبی‌های مردم خود اشتراک می‌داشته باشند، باز زود متوجه از این میشم که یک کس ما داشته به نام حکیم تورسان، اونا هم کاندیدای ریاست جمهوری بودن. اگر قرار می بود شما رئیس جمهور مردم افغانستان می شدین به گونه رسمی، ما باور داشتم در تمام غم و شادی مردم افغانستان کم از رئیس جمهور تاجیکستان نمی بودین. ببینین جانم، رئیس جمهور بودن به این مفهوم نیست که موقفت بالاتر از مردم است. رئیس جمهور یعنی خدمتگار مردم افغانستان. باید در عرصه های مختلف با مردم خود بود، چی در عرصه هنر است، سینما است، تئاتر است و بخش های مختلف دیگه. بنان اگر من رئیس جمهور می بودم، من در چندین مصاحبه خود گفته بودم هم که من در یکی از هتل ها میرم زیر یک عکس میشینم و بازوجا صدا بکنن که بگه یک مالنگ پلو زیر عکس، ولی فکرتان باشه که رئیس جمهور است. سلام خدمت تقدیم میکنم. ورا خود چای لکی پزم کس نمیگرفت که بگم ما اینو رو بگیرین و خاطر از اینکه خوب چای لکی میپزن. خانه پروپاله های 6 سال پیش ما را نزنگ ندیدی؟ گفتی ما را این جمهور میشیم، تو باز کماندانی گفتان بازار شو؟ یاله نقاش میگه. ببین جان من، ای کاش که قدر شما را مردم ما بیشتر بدانه، بخاطر از این که واقعا شما هنرمندایی هستین که در تمام عرصه ولو اگر غم و غصه هم دارین شما خنده را به لبهای مردمتان میارید. شما جایگاه خاص خودت داشتین و دارید. بسیار خوب. شما اگر قرار می بود رئیس جمهور می بودین، منحیث یک رئیس جمهور رسمی تمام افغانستان، شما را ما در برنامه می تونستیم داشته باشیم؟ ببینین جان من، ما بارها گفتیم که من همین لحظه من رئیس جمهور افغانستان هستم، یعنی رئیس جمهور دلهای مردم افغانستان. وقتی که من به صدای شما لبیک بگویم، اون موقف و مقام و چوکی اصلا ارزش نداره. شما هیجت به حساب بمی روز عید یا شب عید فامیلایتان گذاشتین در مجموع کارکنان شما و در تماما دسترکاران همی برنامه، همه مسائل کنار گذاشتن به خاطر خوشی مردم.
شما اینجا آمدین ششتین طبیعی است که من میخواستم با خوشی های مردم شریک باشم و در کنارتان اگر رئیس جمهور هم میبودم چی فرق میکنه؟ خودت اینمی لحظه گردانندگی هم برنامه را داری هر دو شما جوانان ما فکر بکنین همو پست ریاست جمهوری است. دوستان میگن که با موسیقی هم شما علاقه دارین؟ بله چرا، با موسیقی خود روح زندگی است و با تمام هنر من احترام خاص داشتم و دارم که به حساب همی قبلا 7 شهر هنر بود، حالا 8 شهر هنر شده، به می هر تماما هنر و هنرمندای خود احترام خاص دارم و بله موسیقی را هم میشنوم. زیاد دوست دارین بشنوین یا زیاد دوست دارین بخوانین؟ خب من چون یک شنونده بسیار خوب بودم خوش دارم که بشنوم و دپالوش خب در یکی دو برنامه بله برای از اینکه من سنت شکنی بکنم بله. مانند سایه رهبرانه که دست ممی رقم باشه و مردم بیای ببوسه او رقم ای دیگه توهین به مردم ما است بله. خواستم که من یک زمزمه هم کردم خواست به خاطر از این که بر مردم خود وانمود بسازم که ترسنتان با شماست و در خدمت شما. موسیقی قندهاری شنیدین؟ خوصا نمی جوانایی که جاستن بله جان ما که هر ولایت ما یک موسیقی خاص خودت داره، هنرمندان خاص خودت داره، سبک و شیوه خاص خودت داره. بله چرا نه، ما هنرمندای بسیار خوبی داشتیم و از همی جوانایی هم که می نوازن و نواختنم از اونا را هم چندین بار از طریق رسانه ها دیدیم با آفرین شان. پیامتون برای کسانی که علاقمندتان است، کسانی که شما را از ابتدا تا انتها قبول کرده بودن و قبول میکنن، یک پیامتون هم بگوین، ممکن موسیقی باز یک کمک ادامه پیدا کنن. قربان شما، من فقط یک پیام دارم که بیاین هموطنان عزیزم پیر و جوان، مسائل ملیت، مذهب، زبان، نژاد، سمت، قوم، حزب و تنظیم کنار بگذارین، بیاین هم دگر پذیر باشیم، بیاین زیر تاثیر دشمنان وطن و مردم خود نریم، زیر تبلیغات سوی از اونا نریم، با یک مشت واحد در کنار مردم خود، در خدمت مردم خود باشیم و زی توطئه‌هایی که هست به حساب ای را جلوش بگیریم و مطمئن باشین کشور به طرف ترقی و تحول میره. شاید یک تغییر در بالا رهبری یعنی در حکومت بیاید، ولی کشورتان جا بجاست، نظامتان جا بجاست و آرزو میبرم که همیشه خنده به لبهایتان، عشق، میر، محبت و صمیمیت به قلب. تشکر، شما زنده باشین. خب ما را وظیفه دادین آلی، آلی ما شما را موسیقی میشنوانیم. تشکر از شما. مسئله سیالی و شریکی است که شما وظیفه میتین اینام براتون موسیقی پیشکش میکنن. عاشق قلم مجنون آمده ایت سمانگه یو خایسته یو چو سندره مانگته وایی؟ پر دوار سرگو ولینو. یو خو سندره دم از دیر شایسته. المندی. بس شروع ای کنو.
پش پر بی پش از لیندی
بسیار زیاد تشکر جمشید جان لوگری. بسیار زیاد خوش آمدی به برنامه ما، صفا آوردی. واقعا دل زدن دیده بودم اما این رقم دل نه. اما گپ شنیده بودم میگفتن که اینقدر بزنمت مثل دول دو سره. اما آله قدر دول زدی مثل دول دو سره. آقای دول دو سره هستم. منم با نوای خود سلام عرض ادب دارم خدمت شما، همکارای عزیز شما و مردم شریف افغانستان که مکنون مرا از طریق تلویزیون جهانی آریانا تماشا میکنه. و عید سعید فطر از صمیم قلب از طرف خودم و همکارای عزیزم برای شما و مردم شریف افغانستان تبریک میگم. بسیار تشکر جمشه جان. موسیقی شما یک ویژگی خاص داره، یک تنوع خاص ایجاد کرده. از هر نگاه که مثلا اونو بیادر ما که ارمونیا می نوازه، بروتای از او یک زیبایی بخشیده خودش هم مثل از امو مردم های قدیم، محلی خانه قدیم نی نوازنده ای که همون تو یک استایل با خود ساخته، میایشان پیکرکشان سر پیشانیش پایین شده و او انگوشترک فیروزه که در دستش از یک زیبایی دیگه داره، باز واسه کتکای شما یکی از او ارچند اینجا بچه های استایلی را بچه های 2021 با خود داریم که شما یک شیوی خود استایل زده این مثل از همون محلی خانه خیلی قدیم واره، خیلی پرسوز هم خاندی. چشمایتان زنده باشین. خیر ببینی یک دعایی تا میکنم پس آن دگام بخاطر شبید است دیگه، نه شبید میگن دعای جوان ها قبول میشن. بله بله میخواد زنده باشین. شما ببخشین که اول امروی زنها شروع کردیم. سلام بر شما و شما خوش آمدین به ویژه برنامه شب عید ما. شما بدون شک دیگه که شما را مردم میشناسه، وظیفه‌تان هم میفهمند و شما کسایی هستین که واقعا لبخند میارین به لبان تعداد زیاد کسانی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن، خصوصا تیک تاک. ببین دیگه شما چیز برگفتن دارین حتما. سلام خدمت شما عموین جان، حسنا جان و دوستای عزیزی که ما را بیننده هستن، برای شما عید خوش میخوایم و خدا کنه که رمضان به خیر سپری کرده باشه. بازم عیدتان مبارک. تشکر از اینکه ما را دعوت کردید. تشکر. هر چند من میشناسمتون، نامتون رو بگوین. شمس حکیمی هستم. شمس حکیمی، فعال تیک تاک. بله. چند سال میشه؟ شاید یک سال دو سال شده دیگه. خب سلام تقدیم میکنم به شما عموین جان و اسما جان، تمام اعضایی که ما را تماشا میکنن و امام ایده به تمام شما عزیزا تبریک میگم. هادی هستم. قاضی؟ هادی. قاضی. هادی. هادی. بله. هادی روزه سرم تاثیر کرده بابایین. 3 روز روزه گرفتیم و بدر یگان تو واره خدا او پس خانگک نزدیم. ما صد دور از آزرا گفتیم دیگه، دور از آزرا. سلام خدمت خودت اموین جان عزیز، حسنا جان عزیز و بیننده های عزیز. عید سعید فطر به خودت، به فامیل محترمم و بیننده های عزیز از همین قلب تبریک میگم. بسیار زیاد تشکر. کیهانی بی هستم، فعال تیک تاک. بسیار خوب، بسیار خوب، تشکر. ایهان جان سلام خدمت شما و کسانی که ما را سرق تلویزیون تان تماشا میکند. عید برتان تبریک میگم. سروش هستم. سروش. بله. بسیار زیاد تشکر. خب سروش جان از شما یک یک نفر در پلیتون مونده. او فراموش کردیم به بخش. خب مایک دارین شما؟ مایک دارین. بسیار خوب داریم. خب سلام خدمت شما، کسایی که حاضرین در تالار هستن، عید از صمیم قلب به فامیل عزیزم تبریک میگم و بعد از او به تمام هموطنایی که ما را از طریق تلویزیون آریانا میبینن. عید سعید فطر برتان مبارک. خدا کنه یک عید خوب. یک دقیقه، یک دقیقه سکندر جان، یک دقیقه. ما هم به فامیلم تبریک میگم. وای چه کو مسئله سیالی و شریکی است. مسئله زن ایواری شد. نه تو گفتی، من نگفتم. خب بسیار تشکر. شما چیزی گفتنی دارین؟ خب شام جان، امی تیک تاک جور کردن آسان است؟ تیک تاک جور کردن آسان است، اما بدل مردم جور کنی، زحمت بکشی، ادیت کنی سخت است، مشکل است واقعا. تیک تاک جور کردن بسیار ساده است، میتونه هر کس بتونه جور کنه اگه استعداد داشته باشه، اما او ادیت کردن کار داره دیگه. قسمی که بدل مردم جور کنی تو باید است تیک تاک جور شه. چقدر روزانه مصروف میباشین؟ مصروف در تیک تاک؟ بله. سابق زیاد نبودیم واقعیت، خودم 4 ساعت 5 ساعت حتی تا 9 ساعت هم در تیک تاک فعالیت داشتم، اما حالا کم شده به خاطر که عادت کردیم به سوژه گفتن، به ادیت کردن گپا شاید یک 10 دقیقه و 20 دقیقه زیاد نه. البته مسئولیت ما که از تمامش در باره جور کردن کانتنت است، خود ما مثلا نمیبینیم که 5 6 ساعت دوزایی کنیم، فقط ما جور میکنیم. مثل یکان تو کنری باز است، یکان تو کوک باز و بودنه باز است، اینمو لذت میبر از امو کار. شما در اصل تیک تاکر هستین، از تیک تاک لذت میبرین وقتی میسازین، درست هستی قسم؟ خب
این فضای کوچک خودمانی که داریم چی میتونیم بسازیم برای بیننده؟ ما از این فضا میتونیم بسیار کارا کنیم، بخاطر که نام خدا فضای کلان است. از کارا یکش میکنیم. از کارا یکش میکنیم. لپسینگ میکنیم. مردم ببینه که ما چه قسم استعداد داریم. بسیار خوب. اینا یکی ما هم دارن دیگه کس پاس کم کم. این تیک تاکر نو ماست. نه خیر، به اندازه اینا نمیتونم دیگه. به اندازه اینا نمیتونی؟ خیبان بین خودشان جور آمد کنند. خب من یک چند دقیقتشان جور میکنم. خب اینا شما تصمیم بگیرین؟ تصمیم به دست شما خیام آین جان. من خود نمیفهمم به این کس. به نظرت ما سوژه جالب جور کنیم یا لپسینگ کنیم؟ به نظر خودت چی؟ من باز اگه سوژه ساختم سوژه غلام سخی باره که کین رئیس جمهور رو مکتنگ بکنم. اما ایچه متو باره؟ ایچه متو مرغابی بکشش. خب تصمیم به دست خودت. من نمیفهم باور بکنین دیگه کس من او کس هستم. ما جمشید لوگری میبینیم. خیلی ما کار میکنیم. اسناجان هم که ما هم کار میشه یک لپسینگ میکنیم. آه خوب است. آهنگ تو مقبوله. آه خوب است. لپسینگ از اینا رو میبینیم. بعد از او باز میریم یک میان برنامه میگیریم. گل خوب ده گلشن میشناسم بچه خوب گلشن میشناسم که ما تا میشود ناو ده جان ما مرد از خود نشانی داره از خال و لب و گردن می شناسم که ماتو می شود نو در جان مومدتر. بسیار تشکر، سلامت باشین. انشالله که یک ویژه برنامه اختصاصی ما وعده می کنم با شما می داشته باشیم. در ویژه تمام دردهای دل خود در قالب تیک تاک بیان می کنیم. قربانتان نمایان جان، تشکر از شما، تشکر از بیننده عزیز که ما را تا لحظه تحمل کردن. قربانتون زیاد. سلامت باشین. از تمامتون بسیار زیاد تشکر. بازم خوش آمدین. تشکر که تا این لحظه ما را تحمل کردین. یک بیان برنامه کوتاه. بله دوستان ارجمند، رسیدیم به پایان برنامه امشبمان. یک بار دیگه بازم میگم که عیدتان مبارک. ای گل بابونا هم چیزی گفتنی داره؟ خب عزیز دوستلر، آخرین مرحله گه ایشت دیک اینا بار دیگه هم عزیز دوستلرم گه وطن داشتلرم گه عیتینگز ده قطلی قلسون دی من عزیز آنا جانلرم گه، عزیز آپا سنگلرم گه و شخصا آنا جانم گه و اکا جانم گه که بارلی لرگی منم من گه انرژی بخشلایدلر. شکر گزار قلمان و هیچ وقت بو عیت کلگم بلن بر براولاریزی هیچ وقت خفا قلمایلر. همیش چی گفتی؟ مرا چیز نگفتی؟ نه خیر. مزد وطندار شفا میدم و دیگه گفتن خفه نباشین بینتان. اگر خفه هستین بینتان آشتی کنی همون تو گپا گفت. اصلا رد خواه وزیر حال ما یافته میرقمی اصلا خوب میتونست گپ بزنه. و همیشه مهربان بولیگلن کلدرماغ اوزه اونر و کلدرماغ اوزه اونرتر. خفگی یک هنر است؟ نه خیر. چه قسم؟ خندیدن خودش یک هنر است، خندانیدن هنری تر. اوه والا اصل گپای دی پسان پسانی گرمه پسان پسان. کو خیر، بسیار جا تشکر که شما بیننده ویژه برنامه ما بودین امشب و فردا روز عید است. همگیتان اگر خفا مستین برین آغوش با آغوش شوین، روبوسی بکنین، به کودک‌ها عیدی بتین، فاصله را در نظر بگیرین، تمام گپار در نظر بگیرین. اما ناگفتن اما نه، فکر میکنم ای اولین برنامه است که جمشید جان بود با ما دل نکفانده. اگر نه ای به نام دل کفانک بیخی مشهور است. همونطور است نه؟ خب جمشید جان بسیار جا تشکر از اینکه شما مهمان ما بودین امشب. در کل ما مهمان خانه های مردم ما بودیم. ما میریم در جای خود میشینیم، یک دو نفر از باز شانایکایشان میپره و شما هم یک هنرنمایی به عنوان آخرین هنرنمایی بکنین و ما چی میکنیم؟ اسنا با مردم خدافیزی میکنیم. اگر گفتنی داری بگو برای دوستا که دیگه باز وقت نداریم. جمشید جان موسیقی داره، این دو نفر هم بسیار شانایش میپره، ما شما باید خدافیزی کنیم. پیام تا بگو، گپای تا بگو. دوزبکی بگویم یاد فارسی، من مشکل ندارم. اوه، اول خو میگم من چه قسم گپ بزنم، حالا میگه در کدامش بگویم؟ فرمای شما بتین. برو ازبکی بگو. خب عزیز وطنداشتلر، هیچ وقت بر برالایزدن خفه بولمیلا. امید که من برنامه‌مدن خرسند بولیم بولسیلا و لذت آلگم بولسیلا. همیشه اتفاق بولیلا، همیشه مهربان بولیلا. اللهم گسلانس
اونمو چیز دیگه، اونمو چیزی که میگی از یه امو رقم گپ شفا بیدین، گپش در دلش از دانش نامد ببخشین نشان. شما هم چیز گفتنی دارین کاکا بابا؟ ما آمدیم که دوله بکفانه بچه دی از اون خاطر آمدیم با سخن برد شانای از این خانوز دارن ترق ترق شنب را آمده. هموطنان عزیز تشکر که با حوصله مندی برنامه ما را دیدین. خدا کنه توفیقی که برای شما تقدیم کردیم خوشتان آمده باشه. در هر کجایی که هستین عیدتان مبارک. خانه پر پلو، خانه پر پلو. جمشه جان میریم. هزار را تا هیچ دو چارم شد این چار با من بخشید دیوانگی و مستی و بدنامی و ناکامی ادل فگارم بیقرارم از دایی فضاییه دیشب تا سحر میخانه بودم که دیشب تا سحر میخانه بودم دل فگارم دل فگارم بیقرارم از جدایی تا به کی بر دل ما غمی فزایی دل فگارم بیقرارم از جدایی تا به کی بر دل ما غمی فزایی قرار